شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت 135 اندرون کاخهای شاهان چهارده قرن قبل از میلاد روی تپه کوتاه کشیده ای واقع در هشت کیلومتری شرق آرگوس و یک کیلومتری شمال دریا قصر مستحکم تایرنس قرار داشت امروز سیاه می تواند پس از سواری مطبوعی از آرگوس یا ناپلیا به خرابه های این قصر که در میان قلزارهای خاموش قرار دارد برسد و از پله های سنگی پیش از تاریخ آن بالا برود با دیوارهای کلان قصر که موافق روایات یونانی دو قرن پیش از جنگ تروا به فرمان امیر پرویتوس به وجود آمده است روبرو شود یونانیان این دیوارها را به صفت سایک لوپین متصف کردند زیرا مطابق وهم اساتیری خود باور داشتند که ایجاد چنین ساختمان های عظیم تنها از سیکلوپ یا قول های یک چشمی که در کوره های هفایستوس خدای آتش و ولسکاری کار می کنند و در آتش فشان مدیترانه به سر می برند برمی آید. اما کلمه سیکلوپسی در عرصه معماری دال بر سنگ ناتراشیده یا کم ای که بدون ملات کنار یکدیگر قرار گیرند و شکاف آنها را با ریکهای گلندود پر شود این هم ناگفته نماند که بنابر روایات پرویتوس معماران نامداری موسوم به سیکلوپا را از لوکیا فراخوان و به ساختن شهر تایرنس گمارد این شهر حتی در زمان امیر پرویتوس شهری کهنسال بود آوردهاند که در طفولیت عالم به وسیله تایرنس فرزند دلاور آرگوس صدچشم ساخته و از طرف امیر به پرسئوس که با ملکه تیر رنگ خود آندرمدا بر تایرنس فرمان میراند تقدیم شده است دیوارهایی که ارگ شهر را محافظت می کرد از هفتونیم تا پانزده متر ارتفاع و چنان زخامتی داشتند که راهروهایی در درون بخشی از دیوارها کشیده بودند هنوز بسیاری از سنگهای دیوارها با دو متر طول و یک متر عرض و ارتفاع بر جا هستند پاسانیاس گفته است کوچکترین آنها را جفتی از به دشواری می توانند تکان دهند در داخل حصار در پشت دروازه که بعدن مدلی برای درب ارگ شهرهای بسیار شد محوتهای سنگفرش و در اطراف آن چند ردیف ستون به چشم میخورد تالار بارگاه این قصر مانند تالار بارگاه قصر کناسوس در میان حجرات فراوان ساخته شده بود مساحت بارگاه به 120 متر مربع میرسد و کف آن از سیمان منقش شده چهار ستون که هر یک آتشدانی را برمیگرفت تاغ آن را نگاه می‌داشتند در این قصر برخلاف معماری شاد کریت یکی از پایدارترین اصول معماری یونان شکل گرفت تفکیک قصر زنان یا اندرونی از تالار مردان اتاق شاه و اتاق ملکه در جوار یکدیگر بود ولی بقایایشان نشان می‌دهد که به یکدیگر راه نداشتند هر نوع ارتباط بین آنها زاهدانه بسته شده بود خب، مسلما من میدونیم چرا چون اطمینان نداشته میترسه شما بیاد بکشیدش یعنی شما میترسه ملکش وقت بیاد بکشیدش طبقه هم سطح زمین و پایگاه ستون و قسمت از دیوارهای این ارگ به وسیله شلیمان کشف شد ولی بعدن آثار خانه ها و پل سنگی و آجوری و خورده ظروف سفالی عتیق در پای پله مجاور به دست آمد و نشان داد که مردم اعثار پیش از تاریخ تایرنس هم برای آنکه از حمایت امیر خود برخوردار شوند در پناه دیوارهای قصر او سکونت می کردند نیتوان حد زد که در عصر مفرق همه مردم یونان در حول و حوش ارگها زندگی نایمن خود را می گذارانیدند. شهر مایسینی که بزرگترین مرکز یونان پیش از تاریخ و واقع در 16 کیلومتری شمال تایرنس بود به قول پاسانیاس در قرن 14 قبل از میلاد به وسیله پرسئوس بنیادگذاری گذاری شد اساسا دهکده هایی که پیرامون ارگی ممنوع الورود قرار داشتند و دهقانان و تاجران و صنعتگران و بردگان فعالی را که خوشبختانه نامی در تاریخ به جا نگذارده اند پناه می دادن منشه این شهر به شمار می روید 600 سال پس از ظهور مایسینی هومر در وصف آن گفت که شهری است خوشمنظره با گذرگاه های وسیع و طلاهای فراوان با وجود یغماگران صدها نسل هنوز برخی از دیوارهای تناور این شهر برپا ماندهاند و میرسانند که در روزگار کهن کار انسانی بی بود و زندگی شاهان بی آرام یکی از دیوارها دروازه معروف به دروازه شیر را در بر گرفته است بالای دروازه صورت پرشکوه دو شیر بر سنگی سه گوش نخ شده است این دو شیر اکنون بیسر و فرسودنگ و گنگوار از جلالی مرده نگاهبانی می کنند خرابه های ارگ شهر نیز باقی مانده است و در اینجا هم مانند تایرنز و کناسوس میتوان امارت های گوناگون اتاق سریر، مهراب، انبارها، حمامها و تالارها را که روزگاری دارای کفهای منقش و اروانهای ستوندار و دیوارهای مصبر و پلکانهای مجلل بودند باز شناخت کارگران شلیمان در نزدیکی دروازه شیر در محبته ی تنگی که تخت سنگهای افراشته ای چون انگشتر احاطهاش کرده است نوزده اسکلت و آثاری فاخر از دل خاک بیرون آوردند. و اشلیمان این تفنن کار بزرگ به خطا آن را گورخانه فرزندان آترئوس شمرد اشلیمان به خطا رفت ولی خطای او در خور بخشایش از زیرا از طرفی این آثار به قدری پرمایه بودند که مایه گمراهی می شدن و از طرف دیگر مگر پاسانیاس ننوشته بود که آن گورهای سلطنتی در خرابه های مایسینی قرار دارند در این محل تاجهای زرین بر جمجمه ها و نقابهای زرین بر استخوان چهره ها به نظر می رسیدن بانوان استخانی نیم تاجهایی بران چه زمانی سرهای ایشان بود داشتند های منقش دیکای مفرقی جامهای نقرهای مورهای انبری و یاقوتی اشیای مرمری و آجی و بدل چینی دشنه ها و شمشیرهای بسیار مزین و یک نطع بازی که همانند آن در کناسوس به دست آمده است چشم ها را خیره می علاوه بر این همه گونه اشیای زرین وجود داشت مورها و حلقه ها و سنجه و سنجاخ و دگمه ها، جام ها، زنجیر ها، دستمن ها، سینه بند ها، ظرف های تنزیف و حتی جامه هایی که با صفحه های طلاق و لابدوزی شده بود، مسلما اینها را باید جواهرات و مهره های سلطنتی شمرد. اشلیمان و دیگران در دامنه تپه مقابل ارگ نه مقبره یافتند که کاملا از شکاف های گوری مجاور دروازه شیر متفاوت بود وقتی راهی را که از قصر به پایین می آید رها کنیم در سمت راست به راهروی پا می گذاریم که دیوارهایی از سنگهای بزرگ خوشتراش در دو طرف آن صف کشیده است در انتهای راهرو در ساده دیده می شود بالای این در سردر بی تکلفی است مرکب از دو سنگ که یکی از آنها 9 متر طول و 113 تن وزن دارد. ستونهای باریک استوانه ای شکل از مرمر سبز که اکنون به موزه بریتانیا انتقال یافتند بر جلوه در می چون از در بگذریم خود را زیر گنبد یا قبعی به ارتفاع و قطر 15 متر می آبید. دیوارها تخت سنگ های بریده شده ای هستند که به وسیله گل و بوته های مفرقی به یکدیگر پیوند خورده اند لبه هر یک از تخت سنگ ها نسبت به لبه تخت سنگ زیر خود پیش آمدگی دارد چنان که بالاترین تخت سنگ سقف را تشکیل می دهد اشلیمان این بنای عجیب را مقبره آگاممنون پنداشت خوندیم قبلا و مقبره کوچکتری را هم که در جوار آن بود و به وسیله همسرش کشف شد بی تعمل مقبره کلای تایم نست را اما در هیچ یک از این مقابر که مانند کندوی زنبوران اصل بودند چیزی وجود نداشت ظاهرا دزدان قرون بر باستان شناسان سبقت جسته بودند این خرابه های اندوهنگیز بقایای تمدنی به شمار می روند که برای پریکلس چندان کهنه بود که شارلمانی برای ماست محققان کنونی قدمت شکاف های گوری را به حدود 1600 قبل از میلاد میرسانند و این تاریخ تقریبا 400 سال قبل از زمانی است که افسانه ها برای آگام امنون معین می کند. همچنین موافق نظر محققان کنونی مقابر کندویی به حدود 1450 قبل از میلاد تعلق دارد ولی البته زمانشناسی پیش از تاریخ میزان دقیقی نیست ما نمیدانیم که این تمدن چگونه آغاز شد و چه قومی در مایسینی و تایرنس اسپارتا، اماکلی، آجانا، الیوسیس، کارینا و اکومنوس اوکوم... و دلفی آغاز شهرسازی کرد یونانیان احتمالا مانند بیشتر ملل اصر و میراث مختلفی داشتند و پس از حجوم قوم دوری 1100 قبل از میلاد از این حیث با مردم انگلیس پیش از قلبه قوم نورمن برابری می کنند می توان حد زد که مردم مایسینی با مردم فروگیا و کاریا در آسیای صغیر و مردم عصر مینوسی کریت پیوستگی دارند منظر شیرهای مایسینی به شیرهای بین و نهره می و محتملا این ویژگی کوهنسال از طریق آشور و فروگیا به یونان رسیده است مردم مایسینی در احادیث یونانی پلاسگوی که گویا از ریشه های پلاگوس به معنای قوم دریایی است خوانده شدند بنابر روایات اینان از تراکیا و تسالی به آتیک و پلوپونیز آمده اند و این انتقال در گذشته چندان دور رخ داده است که یونانیان بعدی, آن... یونانیان بعدی آنان را آتاکتونوی یعنی بومیان مینامیدند. هرودوت این مطالب را پذیرفته و خدایان اولمپین را به قوم پلاسگوی نسبت داده است ولی او نیز نتوانسته است با اطمینان بگوید که زبان پلاسگوی چه بوده است ما هم بیش از او نمیدانیم اما در این تردید نیست که این آتاکتونوی که این آتاکتونوی ها بومیان ابتدایی مایسینی نبودند بلکه از خارج به مایسینی که از عصر نوسنگی آغاز کشاورزی کرده بود پای نهادند و به هنگام خود توفق خیش را به قوم دیگری باختند در اعثار بعدی تاریخ مایسینی در حدود 1600 قبل از میلاد نشانه های بسیاری از وجود فراورده های کریت یا مهاجران کریتی در پلوپونیز میبینیم و این اگر نتیجه قلبه نظامی و سیاسی نباشد دست کم زاده قلبه فرهنگی و بازرگانی کریت است همه امارات قصور تایرنس و مایسینی مگر امارات اندرونی به شیوه مینوسی طراحی و می شوند گلدان ها به های کریتی به آیگینا و چالچی و تیپس میرسند بانوان و الهه های مایسینی مدهای دلپذیر کریت را اختیار کنند و حتی هنری که از شکاف گورخانه ها برمیآید به رنگ مینوسی است لابد بر اثر تماسی که با فرهنگی برتر بود که مایسینی به اوج تمدن خود رسید خب حالا قسمت بعد تمدن مایسینی حالا یک گفتیم مایسینی مایسینی بریم ببینیم تمدن مایسینی چی بوده بازمانده فرهنگ مایسینی در هم شکسته تر از آن است که همچون خرابه های کریت یا شعر هومر تصویر روشنی از دنیای باستان به ما بده همون اول شست و گذاشت کنار در دوره اعتلای فرهنگ مایسینی شپ جزیره یونان به قدر کریت از مرحله سیادی دور نشده بود از این رو گذشته از استخانهای ماهی و صدفهای دریایی استخوانهای آهو و گراز وحشی و بز و گوسفند و خرگوش و گاو و خوک در خرابه های مایسینی بسیار فراوان است و از اشتهایی که بعدن و چه مشخص قهرمانان هومر شد و با کمر باریک کریتی نمی ساخت حکایت می کند جا به جای مظاهر تمدن قدیم و تمدن جدید به طرزی قریب در کنار یکدیگر قرار گرفتند مثلا در کنار پیکانهایی که از اوبسیدین ساخته شده اند مته های مفرقی میانتوهی که گویا برای فرو کردن میخ در سنگ به کار می رفته اند، به نظر می صنعت در شبه جزیره یونان به پای کریت پیش نمیرود از این رو در مایسینی از مراکز صنعتی مهم همچون مراکز صنعتی گورنیا نشانی نیست تجارت هم به کندی وسعت می گیرد زیرا دریا زنان که مردم مایسینی خود نیز از آن زمره اند دریاها را آشفته می کنن. شاهان مایسینی و تایرنس هنرمندان کریتی را وامی دارند تا منظره را تا منظره های از دریازنی های ایشان را روی گلدان ها و انگشتر ها کنند مردم مایسینی برای آنکه از دریازنان بیگانه مصون باشند خودشون دز دریایی بودند حالا باز میخواستن دز دریایی دیگه بهشون نزنه شهرهای خود را دور از دریا میسازند معمولا فاصله شهرهای آنها با دریا به قدری است که از حمله های ناگهان دریازنان در اما مانند و ضمنن بتوانند خیشتن را به سهولت به کشتی های خود برسانند تایرنس و مایسینی چون در کنار راه خلیج آرگولیک به برزخ کورینت قرار دارند به خوبی میتوانند هم به شیوه ملوک و توایفی از بازرگانان باش بگیرد هم گاه گاه به دریازنی بپردازند این فنیقیا اونا هم خوندیم هم تاجر بودن هم دوست اما رفته رفته مایسینی از ملاحظه ثروت کریت که محصول تجارت بود دریافت که دریازنی و همچنین جانشین قانونی آن باجگیری بازرگانی را خفه می کند و فقر را جهانگیر یا بینالمللی میسازد می سازد پس در صدد برآمد که به دریازنی سیمایی ظاهر و صلاح بخشند و آن را به صورت تجارت درآورند. در 1400 ناوگان بازرگانان مایسینی چنان نیرومند شد که توانست در برابر نیروی دریایی کریت بیستد در نتیجه از آن پس کالاهایی را که به افریقا صادر کرد دیگر از طریق جزیره کریت نمیفرستاد بلکه مستقیما به مصر گسیل می داشت و این وضع علت یا معلول جنگی بود که به تخریب قلاع کریت انجام آثاری که از فرهنگ مایسینی مانده است بر پایگاهی والا قرار ندارند و با ثروت روزافسونی که مایسینی از طریق داد و ستد به دست آورد متناسب نیستند در روایات یونانی آمده است که پلاسگی ها الفبا را از تجار فنیقی فرا گرفتند در تایرنس و تیپس کوزه هایی که روی آنها را با حروفی نامفهوم مطالبی نگاشتند کش شده است ولی هیچ لوحه جلین یا کتیبه یا سندی به دست نیامده است محتملا مردم مایسینی موقعی که آهنگ کتابت کردند، مانند کریتیان ابتدایی موادی فساد پذیر برای نوشتن به کار بردند از این رو چنین از این رو چیزی از نوشته های آنان نمانده است مایسینی در هنرها مقلد کریت شد چندان که به گمان باستانشناسان هنرمندان کریت را فرا خواند و به هنر آفرینی گمارد. اما پس از انحطاط هنر کریتی پیکرنگاری مایسینی رونق فراوان گرفت حاشیه های دیوار و گچبوری های زیر سخت به طرزی عالی آرایش یافتند و این شیوه ها چون میراسی گرانمایه به عصر کلاسیک یونان رسیدند. همچنین فرسکوهای باقی مانده از شور حیاتی نیرومندی سرشار بودند. نقش بانوان لجنشین نمودار بیوه زنان پرجلالی است که حتی امروز هم میتوانند زینت زینت ابزای یک اپرا باشند و آرایش گیسو و دوخت جامعه های خود را به عنوان آخرین مد ارائه کنند این نقش از نقش بانوان گردون سوار زنده تر است نقش اخیر نمودار بانوانی است که به هنگام عصر با حالتی مصنوعی در گردشگاه گشت میزنند فرسگوی شکار گراز تایرنس از این دو عالی تر است ولی در این نقش گراز و گلها صورتی خشک و تکلف آمیز دارند و به دل نمی رنگ تازی ها میخکی تند است ولی اندام های پشتی آن چنان باریش می نماید که گویی گراز جهنده دوشیزه است بلند بالا که از آلاچیق قصر خود فرو می افتند. با این وصف منظره شکار با واقعیت سازگار است گراز پریشان حال است سک ها به هوا جستند و انسان این رعوفترین و مخوفترین دد شکاری با نیزه قتال خود آماده کار است از این نمونه ها می توان از زندگی طبیعی و فعال مردم مایسینی و زیبایی غرورآمیز زنان ایشان و آرایش تابان قصدهایشان تصوراتی به دست آورد برترین هنر مایسینی فلسکاری است در این زمینه فلسکاران مایسینی نه تنها با کریت برابری کردند بلکه سوور و تزئینات مستقلی هم به کار بردند شلیمان با آنکه در مایسینی استخوانهای آگاممنون را نیافت به وزن آنها سیم و زر یافت جواهرات هنگفت گوناگون تکمه های قبدار شاهوار گوهرهایی منقوش به نقوش جاندار شکار جنگ یا دریازنی و نیز سر گاوی از سیم تابناک با شاخها و تزیناتی از زر این سر چنان طبیعی است که انسان از دیدن آن چنان میپندارد که صدای غمانگیز گاو را شنیده است گفتنی است که شلیمان مردی که از تبعین هیچ چیز باز نمیماند ریشه نام مایسینی را در بانگ مو گاو جست ظریفترین آثار فلزی تایرنس و مایسینی دو دشنه مفرقی است مرصع به طلای جلادار و نمایشگر گربه های وحشی در تعقیب مرغابی ها نیز شیران در تعقیب پلنگها ها یا انسان های جنگی قریبتر از همه آثار مایسینی نقاب های زرین است که ظاهرا بر چهره اموات سلطنتی می کشیدند. یکی از نقاب, ها، یکی از نقاب ها سخت به صورت گربه می و شلیمان زن نواز این نقاب را به جای آن که به کلای تایم نسرا نسبت دهد از آن آگاممنون دانست شاهکارهای مسلم هنر مایسینی نه در تایرنس و نه در مایسینی بلکه درون مقبره هایی در وافیو نزدیک اسپارتا که روزگاری امیر آن با جلال شاهان شمالی رقابت میکرد به دست آمده است آثار هنری بزرگ در عین سادگی با شکیبایی مهرامیزی کمال یافتند و چنان به بهترین آثار مینوسی شبیهند که بیشتر محققان آنها را به هنرمند کریتی بزرگ همپایه چلینی نسبت دادن لاکن بی است اگر فرهنگ ماشینی را از کاملترین بقایای هنریش محروم سازیم موضوعی که روی جام نقش شده است موضوعی است کاملا کریتی رام کردن گاف با این وصف نباید این آثار عالی را به جایی جز مایسینی نسبت دهیم چون این گونه مناظر کرارن روی انگشترها و مورها و دیوارهای قصرهای مایسینی به چشم میخورد در میابیم که گاف بازی در شبه جزیره یونان نیز مانند جزیره کریت متداول بوده است منظره روی یکی از دو جام نر را نشان میدهد که در میان توری از تناپای زخیم گرفتار آمده است و هرچه بیشتر برای آزاد کردن خود تلاش میورزد بیشتر مقید میشود و بر اثر خشم و خستگی توان فرسا دهان و منخره اینش گشادتر می شود کمی دورتر از آن گاو سالسی به گاوانی که دلیران شاخورا او را گرفته است فشار می آورد روی جام دیگر نرگاوی را می بینیم که گرفتار شده است چون جان را بر می گردانیم چنان که می گوید متوجه می شویم که نرگاو با گاوی گرم گرفته است و این میرساند که نرگاه سرانجام تزیقات تمدن را پذیرفته و رام شده است مقدر چنین بوده است که چنان هنر استادانه ای ناگهان در کریت فرو کشد و قرنها بعد بار دیگر در یونان رخ نماید میتوان هم مردم و هم هنر مایسینی را در مقابر مایسینی دید زیرا این مردم برخلاف یونانیان اصر پهلوانی معمولا اجساد را نمی سوزانیدن بلکه در خمره های تنگ دفن می کردن ظاهرا به حیات پس از مرگ باور داشتند زیرا اشیای سودمند و با ارزش بسیار در گورها می نهادن. دین مایسینی تا جایی که بر ما معلوم است اگر از کریت بر نخواست باشد با دین کریتیان بی ارتباط نیست اینان هم مانند کریتیان به تبر دودم ستون مقدس کبوتر مقدس مادر خدا و خدای نرینه که ظاهرا فرزند اوست و نیز خدایان کوچکتر به هیئت مار حرمت میگذاشت اعتقاد به مادر خدا در جریان همه تحولات دینی یونانی ثابت ماند دمتر یا مادر اندوهگین یونانیان همچنان که جانشین رعای, رعای کریتی شد بعدن جای خود را به مریم یا مادر خدا داد امروز نیز امروز نزدیک مزدیک خرابه های مایسینی دهکده کوچکی که کلیسای حقیری را در میان گرفته است دیده می شود شکوه کوهن از میان برخواسته و سادگی تسلی بخش باقی مانده است تمدن ها می آیند و می روند سرزمین ها را فرا می گیرند و سپس با خاک یکسان می شوند اما اعتقادات انسانی در دل ویرانه ها نیست همچنان دوام می آورد میخوام این یه بار دیگه بخونم تمدن ها می آیند و می روند سرزمین ها را فرا می گیرند و سپس با خاک یکسان می شوند. اما اعتقادات انسانی در دل ویرانه ها همچنان دوام می آورد مایسینی پس از سقوط کناسوس به سعادتی دست یافت که هرگز به خود ندیده دودمانی که آثاری در شکافهای گوری به نهاده است بر فراز تپای مایسینی و تایرنس کاخهای رفیع برافراشت هنر مایسینی استقلال یافت و بازارهای دریای اژه را فرا گرفت بازرگانی شپ جزیره یونان در سوی خاور به قبرس و سوریه و در سوی جنوب از طریق جزایر سیکلات به مصر و در سوی باختر از طریق ایتالیا به اسپانیا و از سوی شمال از طریق بیوشا به تسالی و دانوب رسید و فقط در تروها ایست کرد همچنان که روم تمدن یونان را جذب و پخش کرد مایسینی ما نیست که مغلوب فرهنگ کریت میرنده شده بود تمدن کریتی را به رنگ خود درآورد و در سراسر دنیای مدیترانه گسترد فردا شب توروا شب همتون هم